اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. خون می چکد ز دست تو ای والی فقیه. انگار این رودخانه را که به راحت کشانده ای دیگر کفایت آتشت را نمی کند. از دست و پات خون، از چشمهای بی آزرمت امواج پی گرفته به رنگ جنون. باور نمی کنی تصویر ماندگاریت اینک عمامه سیاهت را با شرابه های خون شسته است. باور نمی کنی. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 20 نوامبر، 29 آبان ماه به شما سلام می کنم. گاهی انسان با خودش تأمل میکنه، میگه خدایا، حالا خدا رو باور داره، جنگل رو باور داره، درخت و خورشید، هرچی، میگه این چه سرنوشتی بود برای من تو درست کردی. همه چی زیباست، همه چی رنگ و طعم عشق داره. کتاب باز میکنم، حافظ میخونم، سهراب سپهری میخونم، موسیقی گوش میدم، خالقی رو گوش میدم، چقدر لذت میبرم. قصیده میخوام بخونم، ایوان مدائن خاقانی رو میخونم. میخوام برم به منظر کوه و دشت نگاه بکنم، میرم به اون سر بینالود، میرم جلفا رو نگاه میکنم، خلیج همیشه فارس رو، دریای مازندران رو، میرم در جزیره آبسکون به دنبال مزار محمد خوارزمشاه میگردم. خدایا چه زندگی زیبایی برام خلق کردی. اون وقت در برابرش یکی دیگه هم خودشو تو آینه میبینه، وای این چه زندگیست، دارم آدم میکشم، از صبح تا شب دارم آدم میکشم، خون داره از دستم میاد بیرون، دیگه شعر حافظ بهم لذت نمیده، باید برم یادداشت‌های هیتلر رو بخونم تا حال کنم، برم یادداشت‌های استالین رو بخونم تا کیف کنم. دیگه آدم نمیشم، دیگه درک نمی کنم، دیگه امیری فیروزکوهی منو به خواب و روحشم راه نمیده. شاندیز دیگه نمیتونم برم، اون درختی که روش قلبم رو کنده بودم، اون درخت رو کندن بردن زمینشم، اون آقای پهلوان شریک پسرم فروخته. خداوند، طبیعت، کوه، سنگ، دیوار، هرچی با آدم چه میکنه؟ انسانها رو تبدیل به چی میکنه؟ 42 سال پیش من سید علی خامنه ای رو به یاد میارم، 43 سال پیش به یاد میارم، بیشتر 50 سال پیش به یاد میارم، وقت که پدرمم بود و او رو میدید، به یاد میارم که دنیاش چه بود و به دنبال چی بود و چی میخواست. روی پله های مدرسه علوی نشسته بود، فردای روزی که خمینی اومده بود، پیپش رو چاق کرده بود میکشید، و چون اونجا به هر حال نمیتونست برنامه
دود و دمی داشته باشه، همونجا خاکشیر کرده بود توی توتون پیپ، ولی بوش پیچیده بود میومد. بعد نگاه میکرد میگفت نگاه کنی بوزینه ها رو همه بوده بوده رفتن بالا رو پای سید افتادن که خودشونو مطرح کنن. محل میزاش، خودشو بالاتر میدونست، خودشو بزرگتر میدونست. کتاب سلمان رشدی رو که خونده بود به خمینی میگفت آقا این اگه توبه بکنه تمومه دیگه، نباید دیگه حکم مرگش رو داد. خمینی تو دهنش زد، اصلا با خمینی سرشاخ میشد. ولی خود تبدیل شد به چی؟ امروز در شیراز از کشته پشته ساختند، دیروز و امروز. بچه ها از بیمارستان علوی به من زنگ زدن، یک دوست نازنینم که خیلی هم دوستش دارم و خیلی هم با محبته، برای من از افسرها میگفت بچه های پادگان شیراز که خیلی هاشون حاضر نیستن آدم بکشن به مردم پیوستن، حتی سرباز وظیفه ها. حالا توی همچی شبی در یه همچی وضعی بنده در خدمت یک فیلسوف و یه آدم انسان، یه آدمی که تمام لحظات وجودش از عشق سرشاره، نشستم و میخوام راجع به گرگ ها حرف بزنم. چقدر سخته، ولی دکتر نازنینم، دکتر یسری عزیزم، سلام میکنم به. بله سلام عرض میکنم، سلام بر شما و بینندگانتون. افسرده میشم دکتر یزدی، ببخشید من خیلی آزردم این دو سه روزه، واقعا طاقت نداشتم مردممو ببینم اینجور رو خاک و خون میافتن. خب بله، از یه جنبه هایی به نظر من وضعیتی که امروز در ایران جریان داره قابل پیش‌بینی بود. یعنی وقتی که به سیر وقایع سیاسی و اجتماعی ایران در این چهار دهه، دارای دوره‌های متفاوتی این چهار دهه نگاه می‌کنیم، به هر حال مدیریت سیاسی جامعه ایران که به دست ملایان ایرانه، بدون تردید با اون پشتوانه و زمینه ذهنی دینی که اون رو تقویت کرده و پیش برده، باید به اینجا میرسید. این یه واقعیتیه. واقعا من نمیدونم فردای ایران چه خواهد شد. من به شخصه بسیار نگران این سرزمینم، بسیار نگرانشم. ما از هر طرف محاصره شدیم. مردم ایران باید اینو متوجه باشن که ما حداقل در همین منطقه خلیج فارس یا خاورمیانه عربی با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته به اجرا درآورده، به هیچ نحو دوستی نداریم متاسفانه. البته همسایگان ما بدون تردید دشمنان ما نیستن، ولی رقیبان ما هستن. بله. و این خیلی طبیعیه که در سیاست رقابت وجود داره. اولین مسئله اینه، ما فعلا در منطقه خلیج فارس دوستی نداریم. ما که میگویم یعنی ملت ایران و منافع تاریخی ما، حیات تاریخی ما در معرض خطرات جدیه. ملت ایران و مردم ایران باید بسیار هوشیار عمل کنن به نظر من. ما البته در مقابل دیوارهای سختی قرار داریم برای عبور از این وضعیت و رسیدن
به حیات اجتماعی و زیست معمولی بسیار دشواری پیش رو داریم. من کلمه آزادی ها رو فعلا به کار نمیبرم. اصلا وضعیت به نظر من اینقدر سنگینه که سخن از دموکراسی، آزادی و این صحبت ها الان در وضعیت سیاسی جامعه ایران و اجتماعی ایران جایی نمیتونه داشته باشه. مسئله بقای حیات تاریخی ماست. دکتر ببخشید، دکتر عزیزم یه سوال دارم. به عنوان یه فیلسوف که شما تاریخ رو خوندی، تاریخ بشریت رو خوندی، تطور و تحولات فکری رو نگاه کردی، دیدی که سقراط چگونه شوکران رو سر کشیده، نگاه ارسطو رو دیدی، افلاطون رو دیدی، اومدی دموکراتیش رو دیدی و رسیدی به فلاسفه جدید و نوین، شما در کدوم ایدئولوژی و فلسفه به این نقطه میرسی که آدم کشتن ثواب داره؟ یعنی آدم کشتن خوبه، آدم بکش آدم برای اینکه در اون دنیا بره تو بهشت. این شکنجه‌گرا بعضی از این آقایون، آقای دکتر بهبهانی رو وقتی شلاق میزدن و هر بار که پاش میترکیده قاچ پاره میشده میگفته یا فاطمه زهرا قبول کن. حالا منظورم اینه، غیر از ایدئولوژی دینی آیا شما در ایدئولوژی های دیگه هم چنین موضوعی رو باش برخورد کردی؟ بله، بله وجود داشته. داشته. در همین تاریخ معاصر جهان، بله، در همین تاریخ معاصر جهان در اروپا در جنگ جهانی دوم این اتفاق میفته. بله. ببینید، من نمیخوام، نه فرصتش هست نه وقتش هست نه شنوندگان اصلا گوشی دارن که ما من بخواهم الان اینجا تفاوت‌های این دو نظام ایدئولوژیک رو که من یه مسئله ای رو از این میخوام در اینجا در این مقایسه بیارم با توجه به وضعیت فعلی نظام حاکم بر ایران و ادعاهای این نظام. من فقط اینو میخوام مثال بیارم، فعلا فرصتی نیست و اصلا مناسبت نداره و لزومی نداره این بحثا اصلا الان جای باز شدنش. بله این نمونه داره و اون در دولت ناسیونال سوسیال آلمان، دولت فاشیستی و قدرتگرای مطلق و جنگ طلب مطلق که از سال 1939 تا 1945 که جنگ در تابستان 45 تمام میشه، آلمان شکست میخوره، تمام عرصه خاکی رو به خاک خون میکشه. بله. ببینید، هیتلر گویا در آخرین روزهای جنگ، زمانی که روسا کامل والد برلین میشن و بالاخره دولت آلمان فرماندهان نظامی، کسانی که مسئولیت دولت آلمان رو بر عهده دارن، تسلیم به متفقین رو امضا میکنه، در اون روزهای پایانی خاطراتی از اون جایگاهی که بونکری که هیتلر در اون زیر زمین اقامت داشت و تمام نظامیان برجسته و مشاورانش و رهبران نظامی کنارش بودند، یکی از فرماندهان نزدیک میشه به هیتلر و میگوید روس‌ها پشت دروازه‌های برلینند، برلین به طور منظم داره بمباران میشه و مردم عادی برلین دارن کشته میشن، به خاک میفتن،
باید ملت آلمان رو نجات داد و تسلیم رو پذیرفت. باید به متفقین اعلان تسلیم کرد. نوشتند آقای نوریزاده، نمیدونم اینو شنیدید یا نه، نوشتند کسانی که گوش کردن و اینو یادداشت کردن، نوشتند هیتلر میگوید به هیچ عنوان ما تسلیم نمیشیم. یه جمله ای رو میگه که گویا امروز رهبران جمهوری اسلامی همین رو دارم میگم و اون اینه، امیدوارم اینجوری نباشه، امیدوارم این نباشه، میگوید ملتی که نمیتوانه پیروز شه و هدفهای خودش رو پیش ببره باید نابود شه. بله بله، گویی رهبران جمهوری اسلامی و رهبر ایران به مردم ایران میگوید شما یا کنار ما باید برای تحقق ایدئولوژی ما کوشش کنید به هر قیمتی یا باید نابود شید. بله، همین حرفی که خمینی هم میزد در جنگ با عراق، هم اگه یادتون باشه خمینی عیناً این فلسفه رو پیاده کرده بود دیگه، بچه ها رو میفرستاد روی مین برید کشته بشید. خیلی خوب، پس اینه، شما وقتی که یک نظامی بر بنیان یک ایدئولوژی تدوین شده حرکت میکنه از روز آغاز که هدفش فقط غلبه اون ایدئولوژی خودشه که همه دیگه میشناسن اون چیه، نابودی کفر و غلبه توحید، اونم توحیدی که ما پرچمدار اون هستیم، خب چنین میشه، خیلی طبیعیه که آقای خامنه‌ای به تمام درخواست های امریکا نمیگوید و حاضر به هیچ نوع گفتگویی با او نیست. طبیعیه دکتر جان. حالا اینجا این سوال مطرح میشه، رژیم هر چقدر خشونت میکنه، دیروز دیدم آقای فرج سرکوهی یه مقاله نوشته بود و در اون اشاره کرده بود، انتقاد کرده بود از نیروهای چپ و کسانی که گفته بودن نباید به خشونت متوسل شد، و آقای سرکوهی گفته بود در برابر خشونت نظام چجوری شما انتظار دادید که واکنش متقابل برای دفاع از جان نباشه؟ این سوال من از شما اینه، در برابر این خشونتی که رژیم داره از خودش نشون میده، آقای دکتر شما میگویید وظیفه مردم چیه الان؟ مردم الان چی کار باید بکنن؟ دست رو دست بذارن چی کار بکنن؟ ببینید این پرسش شما میتونه مکرر طرح بشه، خواه از من خواه از افرادی دیگه. ما به نظر من، ما به مردم ایران، مردمی که در معرض خشونت قرار دارن، نمیتوانیم بگوییم چه باید بکنن. ببینید ما نمیتونیم بگیم چه باید بکنن. طبیعیست که حق هر انسانی است در مقابل خشونت نسبت به حیاتش از خودش رفع میکنه. درست. بنابراین راه خروج از این بنبست رو اگر جمهوری اسلامی و مدیران اون به رویارویی با مردم ایران ادامه بدن، طبعا مردم ایران خود انتخاب خواهند کرد. ولی صحبت در اینه که به هر حال می باید در میان مدیران
جمهوری اسلامی انسان‌هایی باشند که برای منافع شخصی خودشون به حیات تاریخی سرزمینی که به اون متعلقن نیز فکر کنن. درسته، باید فکر کنن. فرض کنیم این افراد زنده میمانند در صلح در یک گوشه ای از دنیا بعدن زندگی میکنن، اما به هر حال نه گذشتشون میتونن ازش بگذرن، نه با مجموعه اون چی که به عنوان انسان ایرانی نامیده میشن میتونن جدایی برقرار. به هر حال باید اندیشید تاریخ یک سرزمین، مجموعه حیات اجتماعی فرهنگی یک سرزمین رو نباید قربانی خواستهایی کرد که یقیناً غیر قابل تحققه. هرگز و هرگز این ندایی که میگوید غلبه ایمان، غلبه اعتقادات ما بر کفر در هیچ نقطه دنیا تحقق پذیر نخواهد بود و ما نمیتوانیم تمام سرنوشت یک ملت رو فدای اوهام خیش بکنیم. این واقعیتیه. ببینید من نمیدونم، نمیشه آخه، خیلی ساده قضیه به نظر من بسیار پیچیده است. بله، مردمی که حق نانشون ازشون گرفته شده، خب واقعا من نمیدونم با چه منطقی میتوان اینها رو به مرگ تهدید کرد. دکتر عزیزم، اینو من سوال میکنم، این خیلی مهمه. شما رو نقطه بسیار مهمی انگشت گذاشتی، یعنی روی اوهام، صحبت اوهام رو کردی. بر... اوهامه. اوهام. بله، بر پایه مش وهم که هیچ ثبوتی هم در کنارش وجود نداره، هیچ جوری هم اثبات نشده. تمام شما از معراجش بگیرید تا داستان افسانه موسی و تا تمام اینه که اصلا این دریا شکافته نشکافته. شما میدید مصری ها تو خط هیروگلیف کار روزانه شون رو نوشتن، اون وقت چطور راجعه به حادثه بزرگ ننوشتن؟ حالا کاری ندارم، همه این افسانه ها جمع میشه، اون وقت یک حکومتی خود رو وارث اینها میدونه و بعد میخواد زمین ساز ظهور حضرت بشه و به خاطر این داره یه ملتی رو نابود میکنه. خب آیا آقای دکتر وظیفه اندیشمندان متفکران بشریت نیست که بلند شه؟ چطور آقای میشل فوکو اونجور سینه چاک میکرد برای خمینی و برای که شاه بره و اینا؟ اینا کجان الان؟ چرا اینا سکوت کردن؟ چرا این دانشمند؟ اینو باید از کسانی پرسید. درست میگید شما، اینو از ما که بیرون از اون سرزمین هستیم و در حد توان خودمون یا میگوییم یا مینویسیم منتشر میکنیم، چه دیگه میتونیم بکنیم؟ بله. این ناظر بر ما نیست، ناظر بر اونهاییست که در داخل قلم میزنن، میاندیشن، خودشونو متفکر میدونن، روشن فکر میدونن و غیره. اونها امروز باید به واقع اگر مسئولیت، اگر در خودشون مسئولیت فکری، نظری و حرفه‌ای میدونن، نویسنده به عنوان نویسنده مسئوله، شاعر به عنوان شاعر، متفکر و اهل فلسفه است به عنوان یک متفکر، اگر جامعه شناس به عنوان جامعه شناس و سایر رشته های علوم انسانی و حتی دانش های دیگه، پزشکان مثلا، مهندسان، بالاخره مسئولیت دارن. هر کدوم باید به یه نوعی واکنش نشون بدن، یعنی حداقل صلح‌آمیز
از مدیران جامعه بخوان که کنار مردم و خواستای مردم بیستن. این ایده های وهمی خود این کسان و در رأسش ملایانی که ایران رو دارن مدیریت میکنن میدانن به هیچ عنوان قابل تحقق نیست. خب ما نمیتونیم یه ملتی رو نابود بکنیم برای اینکه به اجبار و الزام این خواست رو اعمال کنیم. آیا در جنگ جهانی دوم بالاخره با اون ارتش چند میلیونی و پشتوانه علمی و تکنولوژیک و ثروت عظیمی که در اختیار ارتش آلمان بود و ناسیونال سوسیال بود توانست بشه نابود شد؟ بله. ایدئولوژی مال ببینید دو تا نظام ایدئولوژیک قرن بیستم رو واقعا به خاک و خون کشید، حداقل در دو جنگ. بله. یکی ایدئولوژی استالین فاشیستی و ناسیونال سوسیال آلمان بود، دوم ایدئولوژی کمونیستی مارکسیستی. جنایت هایی که استالین و یارانش کردن حداقل در 50 سال کمتر از جنایت های ناسیونال سوسیال آلمان نبود، حداقل در محور کشورهای کمونیستی. اما شما میبینید دومی ساقط میشه، منتها کسانی میان جامعه رو مدیریت میکنن که از حد اقل آگاهی و درک تاریخی برخوردارند. یعنی وقتی که گورباچف رهبر حزب کمونیست شوروی میشه، پولیتبروی حزب بالاخره میپذیره مسالمت‌آمیز کنار بره، حرف هیتلر رو نمیزنن چون دیگه استالینی نیست که بگوید یا ملت روس باید پیروز شه بر سرمایه‌داری یا باید نابود شه. دکتر عزیزم، بله دکتر عزیزم، اجازه بدید یه درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم. به اعتقاد من این بحث خیلی بحث مهمیه، بسیار بحث مهمیه، به جهت اینکه ما مسئولیت جامعه بین‌المللی را مطرح کردیم و همینطور مسئولیت روشنفکر داخل رو. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم و این بحث بسیار مهم رو ادامه بدیم. با درود دوباره ممنون داریوش عزیز و صادق جان نوجوکی رفیق دیر و دورم. دکتر عزیزم، سوال من اینجا اینه، آقای دکتر شایگان، خب آقای دکتر سید حسین نصر، آقای دکتر سروش، اینا به عنوان روشنفکران مذهبی یا دینی یا کسانی که به هر حال با یک نگاه معتدلتر به مقوله مذهب نگاه میکردن در جامعه ما مطرح شدن و ظهور کردن. الان آقازاده آقای سروش هم میبینم راه پدر رو دنبال کرده، با این تفاوت که نام فامیلی دباغ رو، نام اصلی خودشون رو دارن، ولی همون حرفا رو دارن میزنن. من چند شب قبل سخنرانی آقای سروش رو گوش میکردم به مناسبت 40 حسینی، واقعا شگفتی زده شدم. یعنی دیدم آقای سروش هم داره مثل یه روزخون صحبت میکنه، با این تفاوت که واژگان آقای سروش به خاطر قوری که در مثنوی کرده در حافظ و غیره زیباتره، ولی همون روزخونی، همون بساط و امام حسین مظلوم و روز عاشورا از این حرفا بود. سوال من اینه آقای دکتر عزیزم، کی ما میخوایم با صراحت یقه آقای سید حسین نصر رو بگیریم؟ ایشون تازه رفته فرقه مرگمیه درست کرده، تازه رفته یه امام زمان دیگه درست کرده،
و این آقایونی که پدر جامعه ما داره در میاد، اینا روشن فکرایی هستند که یه دم دنبالشون راه افتادن. تا کی باید ما تأمل بکنیم این آقایون باشن و آقای سیدعلی آقای خامنه‌ای هم آدم بکشه؟ آخه بالاخره یه جای این جامعه ما خسته شده، این جامعه دیگه طاقت نداره، این جامعه میخواد داریوش گوش بده، میخواد نوجوهی گوش بده، موسیقی گوش بده، تئاتر ببینه، خسته شده از این بازی مسخره هزار ساله. چی کار باید کرد آقای دکتر؟ توبیخشون کن. استادی باید جبایی باید بهشون بگی اینا از وظیفه خودشون سرباز میزنن. بله ببینید، این نکته ای که شما دارید اشاره میکنید در باب نقش و وظیفه روشنفکران ایران، با توجه به اون که در بخش قبلی گفتگوی ما صحبت کردید شما، بعد من یه نکته ای اشاره کردم نسبت به وضعیت فعلی سیاسی ایران، خب البته متفاوته اما مرتبطه. این توضیحی که شما دادید دو وجه داره. یکی نقش این روشنفکران در رسوندن جامعه ایران به همین امروز و همین وضعیت که ما الان داریم. خب شما در جریان به عنوان مدیر این تلویزیون ایران فردا در جریان بحثای من در ایران مدرنیته هستید. بله. من در ایران مدرنیته بخش به بخش کژاندیشی ها و تخریب های این روشنفکران رو مطرح کردم که در حال حاضر هم روی اون هستم. یعنی تو برنامه‌ای که هفته پیش پخش شد، هفته قبلش پخش شد و این هفته پخش خواهد شد، ضبط و پخش خواهد شد و هفته های بعد، روی رابطه روشنفکران با توده هستم. مسئله ببینید، اینها جملگی در رساندن جامعه به بنبست امروزی نقش داشتن. آقای سید حسین نصر در دفتر شهبانو فرح پهلوی راست و چپ فرمان روایی می کرد. بله. دستور عمل برای برنامه های فرهنگی رژیم گذشته تنظیم می کرد. ما اینجا وقتشو نداریم که من در برنامه ایران مدرنیته اینو عنوان خواهم کرد. شما می دونید در 5-6 سال آخر حکومت پهلوی دوم، یعنی از سال 1152-53 به بعد، یک تأسیسات فرهنگی در دربار درست کردن با ریاست اشرف پهلوی به نام بنیاد. بله. مجله داشت که 10 یا 12 شماره این در اومد و همین آقای علیرضای میبودی که در تلویزیون شما امروز برنامه اجرا میکنه سردبیر این نشریه بنیاد. بله. ایشون مکرر و مصاحبه های مکرری با سید احمد فردی داشت. همه اینا چی بود؟ تمام اینا برجسته کردن فرهنگ دینی در مقابل تحولات مدرنیته. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم. پس این آقای سید حسین نصر، داریوش، کسانی که در اینجا قلم میزدند داریوش شایگان بود، سید حسین نصر بود، حتی جلال آل احمد بود و احسان نراقی بود، سید احمد فردی بود و تنی چند دیگر. البته آقای دکتر من یه توضیح کوچک فقط بدم که در برنامه‌ای که علیرضا میبودی در تلویزیون داشت با فردید و نراقی، در اونجا فردید رو به شدت محکوم کرد. بله. ولی همین آقای علیرضا میبودی سرمقاله هایی در همین روزنامه به نشریه نوشته، امروز باقیه.
من اصلا وارد این وقت نشیده بنیاد نمیخوام بشم چون جاشم. بله. اما حرف من با کسانی مثل نصر و غیره نیست، کسانی که متعلق به وضعیت گذشتن. بله. حرف من با روشن فکران نیست که امروز و در این چهار دهه کنار رژیم جمهوری اسلامی استاد دانشگاه بودن، مؤسسات فرهنگی رو گردوندند و میگردوندند و غیره. امروز حداقل میتونن با مسئولیت انسانی خودشون در برابر یورش هایی که به طبیعی ترین حقوق انسانی در جامعه ایران میشه نقد بکنن. کاملا. ببینید من یه مثالی میارم، دلم میخواد شنوندگان ما اینو بهش دقت کنن. مسئولیت یک متفکر، یک نویسنده، یک روشنفکر، دقیقا مثال اینو من از تاریخ معاصرمون میارم، تاریخ معاصر جهان میارم، و اون دفاعیست که امیل زولا نویسنده فرانسوی در دفاع از افسری که او را متهم به جاسوسی کرده بودند، البته با سابقه خانوادگی یهودی، در اواخر قرن 19 و او را متهم کردند، محکومش کردند و امیل زولا شجاعانه دفاعیه رو تنظیم کرد زیر عنوان جکوز، یعنی متهم می کنم. در این دفاعیه با قدرت از حقانیت انسانی این افسر دفاع کرد. بله. خب که اسمش دریفوس بود. بله. افسر اسمش دریفوس بود، درست؟ خب این مسئولی، من اینو مثال میارم، حالا تنها این نیست. بله. مورد دومش رو میگم، جنگ امریکا در ویتنام رو به یادتون. بله. خاطرتون هست دو نفر از برجسته ترین روشن فکران قرن بیستم، یعنی ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی. بله. و برتراند راسل انگلیسی، دادگاهی بر علیه جنایات جنگ، جنایات عام، جنوسید. بله. جنوسید. بله. راست. جنایات عام، یعنی امریکا در ویتنام داره جنایات عام میکنه. بله. جنگ نمیکنه، انسانها رو، درست؟ جنوساید. بله. اصلا حیرت انگیز بود این دادگاه، واقعا نگت انسانی رو. پس این روشن فکران کجا هستن؟ حتی اگر اینها مدعی هن که دیانت اسلام دنبال عدالت انسانیه، اون کدوم عدالت الان؟ واقعا کدوم؟ که اینها ازش فریاد میزنن. بله بله درسته. بله؟ درسته آی دکتر، درسته. کدوم عدالت؟ کدوم عدالت؟ کدوم؟ اون عدالت کجاست پس؟ اون عدالتی که مدعیان علی نمیتونم در جنگ فلان دیدن که ناگهان و سراسیمه از خیمش اومد بیرون، یا علی کجا میرید؟ هیچی، من فریاد یک زنی یهودیه رو شنیدم که خلخال از پاش باز کردن، شرم بکنن واقعا انسان هایی که ادعای آگاهی و درک و روشن فکری دارن. واقعا واقعا یه چی میشه گفت؟ واقعا دکتر، من لزوما این نوع حرف ها رو بالاتر از هر چیزی در شرایط فعلی میدونم، برای اینکه گریبان این روشنفکرهای دینی رو باید گرفت،
این روشنفکرهای دینی ببخشید آقای نوری‌زاده عزیز، روشنفکران دینی فقط نیستن. بله، روشنفکران دینی نیستن، کسانی که از قبال این رژیم بسیار بهره بردن، در خدمتش بودن. من نمیخوام اینجا در گفتگو با شما اسم این افراد رو بیارم، اصلا نمیخوام از کسی اسم بیارم، بله. ولی فقط در میان صحبت شما اومدم اشاره کنم، فقط روشنفکران دین یا مثلا ملی مذهبی نمیدونم یا نوجویان دینی و اینا نیستن، کسانی هم وجود دارن که بیرون از حلقه اینا هستن. بله بله، به هر حال در این سیستم درست دارن بهره میبرن، زندگی میکنن، ولی اون بهره من نبرن هستن. بله، یعنی بیکارم باشن، ولی مسئولیت انسانی دارن. این نظر من، ولی این نظر شما رو که بنده با تمه وجود قبول میکنم، میرسم به این نقطه. شما فرمودید اینایی که در داخل ایران هستن، ولی وقتی میایم بیرون، آقای سید حسین نصر و آزادشون بیرون ایرانن، آقای دکتر سروش در خارج ایران هست و آقایون عده دیگر اینا همشون در بیرون ایران، و متاسفانه اینا در حالی که نفوذ کلام دارن و میتونن تاثیرگذار باشن، کجا صدای اعتراض آقای سروش و آقای سید حسین نصر در کشتار امروز شیراز؟ کجا صدای اینا؟ 140 تا از بچه های ایران رو خامنه‌ای کشته، کجا هستن اینا؟ من این خیلی برام جالب بود. آقای فرخ نگهدار کسی است که خیلی مراعات میکرد، سعی میکرد مثلا به کسی بر نخوره، به جای رسید که دیروز اومد پوست خامنه ای رو کند، یعنی دیگه طاقت نداشت ببینه که یه همچی آدمی با این جنایت کار. حالا من بگم این آقایون فیلسوفان مذهبی و غیر مذهبی چرا ببخشید خفه خون گرفتن، چرا صداشون در نمیاد راجب این ملت بیبند بیپناه و بیگناه که اینجور سید علی خامنه‌ای داری میکشدشون، چرا سکوت کردن؟ بله اینه یه واقعیت، یعنی یک مسئولیت. به هر حال ببینید، خواه آقای عبدالکریم سروشی که شما ازش اسم میبرید باشه، خواه حسین نصر باشه یا افراد دیگر، چه در داخل ایران باشن و چه در خارج از ایران، فرقی نمی کنه. به هر حال ما جملگی یه تعهدی در مقابل اون چه که آموختیم نسبت به سرزمینمون، نسبت به مردممون، نسبت به تاریخمون، نسبت به حیات اجتماعیمون و حیات ملی خودمون داریم. بله، آیا یک مسئولیتی داریم؟ کسی که اهل قلمه، البته اگر ایجاب بکنه برای دفاع از سرزمینش، اصلا هم به دست میگیره و در کنار برادران خودش و هموطنانش به متجاوزان با متجاوزان میستیزه. اما به هر حال اسلحه یک متفکر چیه؟ قلمشه، اندیشه‌شه و قلمشه. بله، اینا رو باید بکنن دیگه. دکتر خیلی ببخشین، این سوالم مطرح میشه برای من. روشنفکران غربی، روشنفکران شما به دو نمونه خیلی درخشان اشاره کردید، جان پل سارتر اشاره کردید، و در اون شرایط من یادم نمیره ما دانشجو بودیم، این دادگاه علیه جنوساید چه سر و صدایی کرد، چقدر مهم بود، چقدر مقاله نوشته شد. حالا من همینجا اینو بر میگردونم به این طرف. رژیم جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدنش تا حالا بیش از 100,000 نفر رو کشته، هزاران تن رو در جنگ به کشتن داده، به معلولیت داده، به گم شدن داده، گم شدگی داده، و الان به جان مردم افتاده در ایران، مردم بیگناه، هر بلایی سرشون میاره،
فساد و آلودگی تا خرخرش رو گرفته، همشون فاسدن. البته آقای فردید یادم نمیده رفت دست و پای مصباح یزدی رو بوسید. این آقایون و این متفکرین به نظر من آقای دکتر باید در خارج هم یه کاری کرد. یعنی به نظر من دوستان شما، به هر حال من مطمئنم شما هر کیوش میشناختید و میدونستید بهش گفتید، ولی یه عده دیگه از این رفقای ما استادن تو دانشگاه مختلف درس میدن، آقا یه بیانیه بنویسید خطاب به جهانیان که یک رژیم آدمکش در اونجا هست داره اینجور آدم میکشه. نباید سکوت کرد. به هر حال نه، قابل سکوت که نیست، قابل سکوت نیست. ولی ببینید این اقدامات باید انجام بگیره، انجام بگیره، باید انجام بگیره. مسئله مهمی که در میان صحبت‌های شما نیز مطرح شد، از من سوال کردید که من پاسخش رو گفتم، مردم ایران در مقابل تجاوزاتی که به جانشون و حیاتشون میشه، خود اونها در دفاع از خودشون میدانن که چه باید بکنن. اما سخن ما اینه که در طرف دیگه مدیران جامعه‌ای هستند که الان در مقابل مردم ایستادند. اونها رو هم باید دعوت کرد. به هر حال در میان این کسان انسان‌هایی که به منافع جمعی دارن می‌اندیشن نیز میتونه وجود داشته باشه. بله. باید خواست که حیات جمعی رو مقدم بر هر نوع خواستی که متعلق به خودشونه قرار بدن و بعد بدونن بقای فرد به عنوان ایرانی وقتی ممکنه که این سرزمین باقی بمونه و جمع در حیات خودش ادامه پیدا کنه، وگرنه اگر سرزمین ما متلاشی بشه بدون تردید همگان در این تلاشی متلاشی خواهند شد. اینه مسئله. دکتر فوق‌العاده بود این اشاره شما به تلاشی سرزمین و تلاشی یک تمدن، یک تمدنی که به بشریت خدمات بزرگی کرده، مردمانی که یعنی بابا کشورمون رو نجات بدیم. واقعا واقعا کشورمون رو باید نجات بدیم، سرزمینمون رو باید نجات بدیم. دیگه توانی و قدرت زیادی در این سرزمین نمونده. البته ذخایر زیادی که تبدیل به پول بشه وجود داره زیر زمین، اما اگر مردمی سالم نباشند دقیقاً ذخایر هم نمیتونه برای کسی سودبخش باشه. ممنونم دکتر. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. با سپاس بسیار از دکتر صدیق یزدی با سخنان بسیار دلنگیز که باید همه ما بشنویم، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم، نه پروردگار قاسم جبار آقای سیدعلی خامنه‌ای.